با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. دوستان، ما بازم اومدیم با چند تا خبر خوب دیگه. اولین خبر مخصوص زبان دنیا بلدانه. خبر رسیده که طلب 10 میلیارد دلاری ایران از عراق واسه خرید کالاهای اساسی و دارو آزاد شده. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق میگه که عراق ضمن تایید طلب 10 میلیارد دلاری ایران از عراق اعلام کرده که این مبلغ به بانک TBI داده شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده بشه. وی با اعلام اینکه طلب دولت ما از عراق حدود 10 میلیارد دلاره گفته که این رقم به طور دائم کم و زیاد هم میشه. آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت وزیر عراق نیز طلب 10 میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده که به بانک TBI داده شده. وی افزود توافق شده از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. وی تاکید کرد در مورد مطالبات ایران از عراق مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی هم به راحتی میتواند مطالبات مالی خود را دریافت کند. یادش بخیر، یه زمانی دسترسی به این پولا جز آرزوهای محال بود. این در حالیه که رئیس جمهور رئیسی شش کلاس صبح سه‌شنبه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان همکاری های شانگهای در 23 اجلاس سرانه این سازمان که به شکل ویدیو کنفرانس در دهلی نو برگزار خواهد شد سخنرانی میکنه. دوستان دارن از اتاق فرمان اشاره میکنن که بوی سوختگی شدید میاد، دیگه ادامه نده، برو سراغ فرانسه و اوضاع گل و بلبل پایتخت عشاق جهان. خب با این کلیپ شروع میکنیم. همزمان با اعتراضات سراسری در فرانسه، اعتصاب کارمندا هم شروع شد. همطور که مشاهده میفرمایین روش اعتراض اروپایی ها هم خیلی نایسه. کارمندا رو زمین دراز کشیدن و با پلاکارت‌های در دست به طرح افزایش حقوق، شرایط بد کار و کمبود منابع معترض شدند. این در حالیه که الجزیره هم خبری کار کرده از مرگ یک جوان 20 ساله بر اثر سقوط از بام یک فروشگاه در زمان اعتراضات. به نظرتون این خیلی آشنا نیست؟ حالا که بحث رسانه شد، به این تصویرم خوب دقت کنین دوستان. استاندارد دوگانه یورونیوز فارسی وابسته به اتحادیه اروپا در پوشش اخبار شلوغی های فرانسه و ایران. به نظرم اصلا نیازی به توضیح نداره و همه چی کاملا مشخصه. حالا به این توییت هم با دقت نگاه کنین دوستان. توییتی که مشاهده میکنین مربوط به یه خبرنگار فرانسوی هست که مدعی اعضای گروهک منافقین در راستای همکاری با دولت مکرون لباس پلیس پوشیدن و در سرکوب مردم این کشور نقش دارن. در این راستا مقامات فرانسوی چیزی نگفتن و چیزی هم نخواهند گفت، ولی با توجه به اتفاقات اخیر اصلا همچین چیزی بعید و دور از ذهن نیست. این سهمم نباید فراموش بشه. سلطان تناقض و پادشاه پتوها چند روز پیش توییت زده بود که دیکتاتور به پایان سلام کن. اینکه داستان پوتین و روسیه چی شد رو اصلا کاری بهش نداریم، فقط الان از این کاربر خواهشمندیم اگه این تیکر رو مشاهده میکنن تو رو خدا یه توییت بزن ببینیم مکرون باید به پایان سلام کند یا خیر مردیم از بی آگاهی. یعنی در همین حد تبا. اما در مورد آخرین جزئیات از هرج و مرج فرانسه، خبر رسیده که در دست کم 10 نقطه از مناطق شهری در شمال فرانسه حکومت نظامی برقرار شده. پایگاه خبری مادراس تریبو، اگه درست گفته باشم، گزارش داده که در شهرهای شمال غربی حومه پاریس از روز یک شنبه حکومت نظامی شبانه برقرار شده و همه رستوران‌ها و کافه‌ها در این منطقه که معمولاً شلوغ و پر ازدحام بود، ته چند شب گذشته خالی و تعطیل بوده. پاتریک چایموویچ، شهردار این منطقه، گفته که حکومت نظامی از شنبه شب شروع شده و تا حداقل سه شنبه، چهار شنبه ادامه خواهد داشت. این مقررات طی شب از ساعت 22 آغاز و تا 6 صبح ادامه خواهد داشت. این گزارش میگوید که در نقاط دیگر این منطقه هم شهرداران چنین مقرراتی رو وضع کردند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره اعتراضات گسترده در این کشور از وزرای کابینه دولتش خواسته که از تمام قدرتشون استفاده کنن و هر کاری میتونن انجام بدن تا نظم و آرامش به فرانسه برگرده. یکی از کاربرا در این زمینه یه توییت حق زده: شورش در فرانسه نه کومولی، نه پژاک، نه سلطنت طلب، نه مجاهدین خلق، نه منافقین اصلاح طلب، نه تمرکز رسانه‌ای دنیا، نه حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا، اما تانک‌ها و نیروهای راید وسط خیابونا. میگم اینا یکی از موارد بالا رو داشتن، 44 سال که نه، یه ساله فرو پاشیده بودن. تمام این موارد رو گفتم دوستان که به این نکته برسم: ایران با این همه دشمن بازم سرپا و هر روز مقتدرتر و قدرتمندتر از روز قبل ظاهر میشه. با این وجود و در حالی که تمام دنیا به این موضوع اقرار میکنن، یه عده هستن که بدجوری رو اسب بازنده شرط بندی کردن و هر روز دارن بیشتر به قهقرا میرن. این ویدیو رو تماشا کنین از وقاحت کارشناس ضد ایرانی اینتراشغال که در ابتدا خودش ناخواسته به قدرت ایران اعتراف میکنه و میگه که ایران از نقطه غیر قابل بازگشت رد شده، ولی بعدش حمله نظامی به ایران رو از غرب نایس گدایی میکنه. اگر که شما به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حتی در 6 ماه گذشته هم نگاه بکنید، به گمان من جمهوری اسلامی به اون نقطه غیر قابل بازگشت بسیار نزدیک شده. بس اورانیوم غنی شده نیست. اگر که شما به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته هم نگاه بکنید، موشک‌هایی که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای رو دارن، خب طبیعتاً این رو به ما ثابت میکنه که جمهوری اسلامی یا از اون نقطه غیر قابل بازگشت عبور کرده یا حداقل بهش بسیار نزدیک است. فشارهای اقتصادی ایالات متحده آنقدر نبوده که همانند دور دوم آقای اوباما جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه به انعطاف. اولا که اگه تحریم‌ها کارساز بود، ایران الان اینجا نبود و آمریکا هم هر روز به این تحریم‌ها اضافه نمی‌کرد. گذشته از این موضوع، واقعا به نظر چیزی هم مونده که تحریم نشده باشه؟ حالا ادامه‌شو با هم ببینیم که مجری تراز اینتراشغال در حمایت از کارشناس وطن فروش حرفای مستدل مهمون برنامه رو در دفاع از ایران قطع میکنه و اجازه نمیده بیشتر ادامه بده. تا زمانی که این شاهرگی فروش نفت وجود داره، جمهوری اسلامی براش به اندازه کافی منابع وجود داره که نه تنها برنامه های خطرناک موشکی و هسته‌ای خودش رو جلو ببره، بلکه آنچنان هم نگران نباشه که تا زمانی که خطر جنگ و رویارویی نظامی وجود نداشته باشه، غرب ایالات متحده بتونه در واقع چالش جدی موجودیتی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. وقتی که ترامپ خارج شد، ایران تا 1 سال تعهداتش رو انجام داد. اون چیزی که انجام نشد این که اروپایی‌ها حاضر نشدن به تعهدات اقتصادشون به قول معروف پایبند باشن، و از طرفی هم دولت آقای ترامپ، یعنی جریان آقای پومپوینا، فشار سنگین اقتصادی ایجاد کردن. دچار گنگی آمریکا، یعنی اینکه خب آقای دنبال دیپلماسی هستید، چی دنبال چی هستید؟ یعنی الان چی میخواید از ایران؟ یعنی اگه الان ایران چیکار بکنه، شما بحث رو باز میکنید یا قبول میکنید؟ خیلی متشکرم آقای نامور حقیقی، ببخشید اگر اجازه امکانش هست لطفا منتظر بشید نوبت بعدی شما برسید. آقای نامور حقیقی به وقت بقیه هم احترام بذارید، اجازه بدید اونام صحبت کنن. واقعا فشار برازنده تونه. شما هرچی بیشتر فشار بخورین، ما بیشتر خوشحال میشیم. و اما این ویدیو رو در پاسخ به گندگویی های مجری تراز و کارشناس درپیتی اینتراشغال با یه گزارش از شبکه 14 اسرائیل به پایان میرسونیم. ایران از همه مرزا داره به ما نزدیک میشه، چه از سوریه که نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارن و حزب الله که نائب ایران هستن. بله، ولی اینجا صحبت از مصر. اسرائیلی های زیادی هستن که به مصر سفر میکنن. وقتی بشنون که گردشگران ایرانی اطراف آنها دور میزنن، کمی معادله رو به هم میزنن. هنوز اطلاعیه از دولت اسرائیل منتشر نشده که چه برنامه‌ای برای این مسئله داره، اما ایرانی‌ها اظهاراتی داشتند. یکی از مشاورین رهبری در ایران گفته که با ایجاد این خط هوایی توازن منطقه‌ای در خاورمیانه عوض خواهد شد. در واقع می‌بینیم که ایران با کمک یک کشور دیگر به اسرائیل نزدیک می‌شود و هراس از نزدیک شدن ایران به مصر افزایش یافته است. ملخ
همونطور که انتقال تسلیحات از ایران به سوریه و حزب الله مشاهده می شود، اگر ایرانی ها را در مصر ببینیم هم ظاهرا به حماس سلاح خواهند داد. همونطور که در حمله اخیر یک پلیس مصری در مرز ایلات با مصر دیدیم، آن پلیس حمله شدیدی انجام داد که در جریان آن 3 سرباز ما کشته شدند. بیمان می رود که حمایتی که مصر از آن پلیس کرد اگر با ایران همکاری کنند بیشتر و بیشتر خواهد شد. می تونیم به حمله هفته گذشته در قبرس هم اشاره کنیم که مهاجم ایرانی از مرز ترکیه وارد قبرس شد. ممکن است ما چیز مشابه اینجا هم ببینیم. ما این را نمی خواهیم و امیدواریم این اتفاق نیفتد که مهاجم ایرانی از مرز مصر وارد خاک اسرائیل بشود. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشید.